طوری من خدمتتون میگم از کتاب خطر یهودیت العالمیه علی الاسلام و المسیحیه تالیف عبدالله التلمی، بعد کتاب الکنز المرسول فی القواعد التلمود تالیف دکتر روح البخ، ترجمه یوسف نصر الله، چاپ بغداد 1899. زمانی که خداوند دستور داد هیکل رو خراب کنن مرتکب اشتباه شد، معبد سلیمان. سپس به اشتباه خود اعتراف کرد، گریه کرد و گفت وای بر من که دستور دادم خانم را خراب کنن، هیکل را بسوزانند و فرزندانم را تاراج نمایند. رابطه پدر فرزند. خداوند چون یهود را به این حالت رها کرده سخت پشیمان است، به اندازه که هر روز به صورت خود لطمه میزند و زار زار گریه میکند. گاهی نیز از چشمانش دو قطره اشک به دریا میچکد و چنان صدایی میکند که همه اهل جهان صدای گریه او را میشنند و در اثر آن آبهای دریا به تلاطم و زمین به لرزه در میآید. بعد سیل رو گریه خدا توضیح کردن. در تبلیغات این صهیونیست‌ها میبینید خدا رو نشون میدن با ریش بلند نشسته بر یک هر یکی داره سس خردل میخواد بریزه روی، خدمت شما عرض بکنم، ساندویچش، از بغل در میره شهاب سنگ میشه میخوره زمین و فلان. اینا با خود خدا مشکل دارن، با خود خدا. خدا اگه اینجوری که اینا میخواست را اومد اومد، نیومد باید بیاد چون گیره. ببینید ما در مزخرف بودن این عقاید ذره یعنی اپسیلونی بحث نداریم، شک هم نداریم، اما نکته میبینید چه دشمن ما اینا رو قبول داره. من باید اینها رو آنالیز بکنم تا بفهمم این جانور میخواد چه تصمیمی بگیره. متوجه شدید؟ صهیونیستا رو دارم میگم، با یهودیان مؤمن مخلصشون هم هستیم، اونا هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن. روح یهودی ها از روح دیگران افضل است، زیرا ارواح یهود جزء خداوند میباشد، همان گونه که فرزند جزء پدرش میباشد. رابطه پدر فرزندی. روح های یهود نزد خدا عزیزتر است، زیرا ارواح دیگران شیطانی و مانند ارواح حیوانات میباشند. نطفه غیر یهودی مثل نطفه حیوانات است. برای مبنا که غیر یهودیان میشدن حیوان، شما میبینید در جریان کشف قاره امریکا این همه سیاه‌پوستی که میبرن اونجا، در واقع یه مش حیوان بردن، انگار نه انگار میریزن چجوری حیوان اسیر میکنن، میریختن سیاه‌پوستا رو میگرفتن سوار کشتی میکردن میبردن. بعد 9/10 اینا میمردن تو راه، خب درک مرده، اما 1/10 هم سود محضه، چون پول ندادن بابتش. که بهشت مخصوص یهود است و هیچ کس به غیر آنها داخل آن نمی شود، ولی جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است. قرآن میگه اینا کسایی که میگن ما جهنم نمیریم، جهنم هم بریم ایامن معدودا، 6 روز بدترینمون دیگه، شارونمون 6 روز. بر هر یهودی لازم است که ملک های دیگران را خریداری کنه تا آنها صاحب ملکی نباشند و همیشه سلطه اقتصادی با یهود باشند. مو به موی اینها رو اجرا کردن، مو به موی اینها رو. بر همین مبنا زمینای فلسطینی‌ها شروع کردن خریدن، یه درصد کمی خریدن، میگن نهایتاً شد 4-5%. بقیه هم وقتی مستقر شدن حمله نظامی کردن گرفتن. بعضی من شنیدم نفهمن حالیشون نمیشه، اصلا ذره پژوهش نداشتن، میگن آقا زمینا رو خریده بودن دیگه این فلسطینی‌ها موقع فروختنش فلان. میرن چیکار می‌کرد؟ کوچه، سر کوچه رو خونه رو می‌خرید، بقیه رو می‌ریخت بیرون. تا چه کوچه مال خودش، یه همچین شکلی. رؤسای مذهب مسیح و تمام دشمنان یهود باید روزانه 3 مرتبه لعن شوند. یسوع ناصری یعنی حضرت عیسی مسیح که ادعای پیغمبری نمود و مسیحیان فریب او را خوردن، با مادرش مریم که وی را از مردی به نام باندرا به زنا متولد نموده بود، در آتش جهنم خواهند سوخت. حضرت مسیح زبان من لال، نعوذ بالله، زناکار میدونه. حضرت مریم تهمت فحشا و زنا میزنه، مریمی که قرآن به عنوان قدیسه از او یاد کرده. این مسیحی‌ها بیان جواب ما رو بدن، یه برو تو مریم، حضرت مریم قرآن رو ببین، حضرت مسیح قرآن رو ببین، در طاق آسمونن. همان گونه که انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود نیز بر ملت‌های دیگر فضیلت دارد. نطفه غیر یهودی همچون نطفه اسب است. بیگانگان مانند سگ هستند و برای آنها عیدی نیست، زیرا عید برای اجنبی و سگ که به وجود نیامده است. سگ از غیر یهودی برتر است، زیرا در روزهای عید باید به سگ نان و گوشت داد، ولی نان دادن به بیگانگان حرام است. هیچ نزدیکی و خیشاوندی میان بیگانگان نیست، همان گونه که در نسل و خاندان الاغ خیشاوندی نیست. مثلا توهین ها رو شما ببینید، مثلا به حیوان طرفه، بعد میگه چرا آدم میکشه؟ داره حیوان میکشه. خانه های غیر یهودی همچون طویله است. بیگانگان دشمن خدا هستند و مانند خوک قتلشان مباح است. بیگانگان برای خدمت به یهود به صورت انسان آفریده شدند. سلام کردن به کفار، کسانی که یهودی نیستن، اشکال ندارد، به شرط آنکه در باطن او را مسخره کرده باشد.
دزدیدن اموال یهودی حرام است ولی در مورد غیر یهودی جایز می باشد، زیرا اموال دیگران مانند زمین های بیابان است که هر کس زودتر بر آن دست گذاشته مالک آن می شود. موات زمین مرده است، هر کی زودتر برسه مال اونه، تمام شده. همینجوری میریختن فلسطین میگرفتن دیگه، میریخت طرف با اسلحه 3 تا خونه میگرفت از خودش. بر شما جایز است مأمورین گمرک را غش بنمایی و برای او قسم دروغ بخورید، یعنی غش در معامله. یه گمرکاتشون هم گول بد بزنید. از خاخام سموئیل یاد بگیرید. سموئیل از مردی اجنبی کاسه‌ای از طلا به قیمت 4 درهم خرید، در حالی که فروشنده نمیدانست که طلاست. با این حال 1 درهمش رو هم دزدید. ربودن اموال دیگران به وسیله ربا مانعی ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیر یهودی امر می‌فرماید. نه که نمیگه ایرادی نداره، میگه بگیر. به غیر یهودی قرض ندهید مگر آنکه در برابر آن قرض نزول بگیرید. در غیر این صورت قرض دادن به غیر یهودی جایز نیست، زیرا ما مأموریم با آنها ضرر برسانیم. یعنی شما این تفکر رو می‌بینید، یعنی اصلا انگار دارید در مورد یه ویروس صحبت می‌کنید، یه باکتری، یه میکروب که فقط چی بگم، فقط میخواد آسیب برسونه. غیر یهودی هرچند صالح و نیکوکار باشد باید به قتل برسد. نجات دادن غیر یهودی حرام است، حتی اگر هم دیدید در چاهی افتاده است باید فوری سنگی را در آن چاه بگذارید. یه سنگم بذارید در چاهی که نتونه بیرون بیاد. اگر بیگانه‌ای در دریا در حال غرق شدن باشد نباید او را نجات داد، زیرا همه آن 7 ملتی که در زمین کنعان بودند و قرار بود یهود آنها را به قتل برساند نابود نشدند. بنابراین ممکن است شخصی که در حال غرق شدن است یکی از آنها باشد. هرچه غیر یهودی دیدید به اندازه که در توان شماست به قتل برسانید. اگر چنین امری در توان یک یهودی باشد و انجام نداد مرتکب خلاف شده است. و جایی که پادگیره ایرادی نداره، نکش. نزدیک هم شو، خوبی هم بکن ایراده. اما اگه جایی بودی میتونستی بکشی و گیر نمیافتادی، باید جواب بدی در درگاه الهی. به قتل رساندن مسیح ثواب دارد. حال اگر کسی نمیتواند او را بکشد، حداقل مقدمات قتل را فراهم نمایید. تجاوز به ناموس غیر یهودی مانعی ندارد، زیرا غیر یهود کافر و کفار مانند حیوانات هستند و میان حیوانات زناشویی نیست. یعنی بحث طلاق و مهریه و چه میدونم جزو بین حیوانات نیستش که. این حق یهود است که زنهای غیر مؤمنه را به زور برباید. زنا و لواط نیز با غیر یهودی عقاب و کیفری ندارد. هرگاه یهودی نزد زن خود با زن دیگر زنا کند، زن او حق ندارد مانع او شده یا بر علیه او شکایت کند. شهادت زور دادن جایز است، همچنین اگر لازم باشد می توانید 20 قسم دروغ بخورید، ولی برادر یهودی خیش را در معرض خطر قرار ندهید. ملت برگزیده خداوند ما هستیم، به همین دلیل خداوند برای ما حیواناتی به صورت انسان آفریده است، زیرا خداوند می دانست که یهود به دو نوع حیوان نیاز دارد، یکی از حیوانات بی شعور مانند چهارپایان و دیگری حیوانات ناطقه و با شعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بوداییان.